این صدای تولید است، صدای گردش خون در رگهای اقتصاد آذربایجان شرقی در سال جهش تولید. شرکت تراکتورسازی تبریز 0 تا 100 تراکتور خودش تولید میکند، از ریختگری قطعات تا موتورسازی و در نهایت مونتاژ تراکتور. همه این مراحل حدود 6000 فرصت شغلی ایجاد کرده است. این شرکت توانسته با جهش تولید به خودکفایی حدود 90% برسد و به بیش از 40 کشور دنیا صادرات داشته باشد. ابوالفتح ابراهیمی، مدیر عامل شرکت تراکتورسازی تبریز، در مورد ویژگی های این شرکت توضیح می دهد. فعالیتی که امروز در بهبوهه تبلیغات سوء دشمن، تحریم های یک جانبه و وجود ویروسی در دنیا که همه را آلوده می کنه، در اینجا در کمال آرامش و در کمال متانت به اقتصاد مقاومتی عمل کرده و تولیدات خودشون رو یکی از پس از دیگری به جامعه عرضه می دهند. لازم به توضیحی که تراکتور سازی ایران با خودکفایی بیش از 90% در تمامی محصولات و تولید 16 نوع تراکتور و حدود 20,000 دستگاه در سال تونسته امسال نسبت به سال قبل 20% رشد داشته باشه. علاوه بر این رشدش تونسته که تمامی امکانات لازم و برای صادرات در بحبوحه اینی که اجازه نمیدن فراهم بیاره. خوشبختانه ما نسبت به سالهای گذشته هم تولید و هم کیفیت خوبی داشتیم. کیفیت ما به حدی بوده که به جای یک سال گارانتی الان 2 سال گارانتی میدیم و شاید اینو افزایش هم بدیم. از جهات خودروسازی میتونیم سوم خودروساز بزرگ کشورمون هستیم. در وسعتی به ابعاد 400 هکتار و با حدود 12 شرکت هلدینگی که هر کدوم برای خودشون نام‌آوری هستن، صادرات به اروپا دارن. به هر حال افتخاری است امروز برای صنعت کشورمون که در سال رونق تولید تونستیم به این 4 منصه عمل و ظهور رو پیاده کنیم. اسم شما در واقع توی لیست تحریم ها بوده، این مشکلی برای شما ایجاد نکرده و آمریکا آیا تونسته جلوی صادرات شما رو بگیری یا نه؟ اگر محصول از لحاظ رقابتی و کیفیت مناسب باشه، جای خودشو در بازار مثل اون آبی که تو مسیر خودش رو باز میکنه با خوشبختانه ما بدون کمترین فشار محصولاتمون درخواست داره و خود به خود روانی بازارهای خارج میشه. تراکتورسازی تبریز اکنون برای تعدادی از خودروسازان بزرگ دنیا موتورهای دیزلی و سنگین تولید و صادر میکند. در شرکت موتورسازان بزرگترین تولید کننده موتورهای دیزلی کشور حضور دارید، جایی که قلب تپنده مجتمع عظیم صنعتی تراکتورسازی ایران محسوب میشه. انواع موتورهای 3، 4 و 6 سیلندر رو ما در اینجا با کاربردهای متنوع کشاورزی صنعتی از قبیل کمباین، لیفتراک و انواع پمپ و جنراتورها تولید و عرضه می کنیم و جای خوشبختی است که تا این تاریخ ما توفیق پیدا کردیم که حدود 15% بیش از مدت مشابه سال گذشته تولید داشته باشیم. یک مجموعه مدرن شده را من دیدم دارای توانایی بسیار بسیار بالا به جهت اینکه در نرم‌های روز دنیا حرکت بکنه باش مواجه بودیم. یک مجموعه که در شرایط تحریمی سنگین تونسته روی پای خودش وایسته، صادرات خودش را انجام بده.
مجموعه‌ای که تونسته که بیش از زمان مشابه سال پیش خروجی بدهد و ارزآوری برای کشور داشته باشه. من در این مجموعه با بهره‌وری بالا مواجه شدم در کاری که داره اتفاق میفته. نظام مدیریت و بهره‌وری در این مجموعه بسیار چشمگیر بود. من در این مجموعه با بکارگیری نیروهای نخبه دانشگاهی مواجه شدم. عزیزانی که فارغ التحصیلان ممتاز دانشگاه‌های ما هستن اینجا حضور دارن، آرندی بسیار خوب، مجموعه بسیار بروز، مجموعه‌ای که واقعا قابلیت رقابت به لحاظ کیفیت تولید با دنیا داره. آینده بسیار روشنی در مجموعه رویت من مشاهده کردم. امیدوار هستیم که بتونه نقطه امید مضاعفی برای صنایعی باشه که در این شرایط باید سر پا باشه. ما برای مقابله با این کرونا اقتصادی نیاز به همچون مجموعه داریم. ما مناطق پیرامونی کشور رو به عنوان هاب‌های اقتصادی در کشور تقویت بکنیم و در منطقه میتونن ارزآوری خیلی خیلی خوبی رو برای کشور محقق بکنن. تبریز این قابلیت رو داره که هاب این منطقه باشه، بوده از قبل و الان دوباره باید به جایگاهش برگرده. شرکت تراکتورسازی تبریز بیش از 6000 شاغل داره که هنوز آمریکا نتونسته مانع صادرات اون بشه، با وجود اینکه همواره در لیست تحریم ها قرار داشته است. مهدی قاسم‌زاده، خبرگزاری تسنیم، تبریز.